بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز یک شنبه برای اولین بار به صورت رسمی مسئولیت حمله یا حملات پیجری علیه اعضای حزب الله لبنان رو بر عهده گرفت حملاتی که چند ماه پیش انجام شد در اون صدها و بر اساس برخی گزارش ها هزاران نفر از اعضای حزب الله و همچنین افراد دیگری به هرچند که معدود بودند کشته یا زخمی شدند وقتی که پیجرهایی که حزب الله در اختیار اونها به صورت خاص قرار داده بود منفجر شدن تا الان به اسرائیل در این زمینه اظهار نظر نکرده بود اما بنیامین نتانیاهو روز یک شنبه در نشست کابینه اسرائیل مسئولیت اون رو بر عهده گرفت گفت که در اون زمانی که میخواست این عملیات رو انجام بده برات به عملیات دیگری هم اشاره کرد هم کشتن حسن نصرالله هم عملیات در رفح گفت کسانی بودن در کابینه امنیتی اسرائیل که مخالفت میکردند با این موضوع و یکی از دلایل مخالفتشون هم به گفته ای او این بود که میگفتند که آمریکا با چنین عملیاتی موافقت نمیکنه یا با اون همراهی نخواهد کرد نتانیاهو گفت اما من به حرف اونها گوش ندادم و این عملیات در واقع این چند عملیات رو انجام دادم و موفق هم شدیم به نظر میاد که این بخش دوم صحبت های نتانیاهو بیشتر استفاده داخلی داشت او در واقع داشت اشاره میکرد به نوعی بدون اینکه اسم ببره به وزیر دفاع پیشین اسرائیل یو که هفته پیش اون را از کار خودش برکنار کرد موضوعی که با انتقادات گسترده ای در اسرائیل روبرو شد و به این شکل نتانیاهو سعی کرد که به نوعی در واقع بدونه که اون اسمش رو برای از او انتقاد کنه یا به او حمله کنه نتانیاهو یک صحبت های دیگری هم در روز یک شنبه داشت و یک ویدیوی 3 دقیقه 3 دقیقه و نیمی منتشر کرد که بخش عمدهش مربوط بود به رخ هایی که هفته گذشته در آمستردام رخ داد اما در پایان این ویدیو اشاره کرد که در طول چهار روزی که از انتخاب دونالد ترامپ میگذره نتانیاهو سه بار با او تلفنی صحبت کرده و به گفته نتانیاهو یکی از موضوعاتی هم که دربارش صحبت کردند در این سه بار موضوع ایران بوده او گفت که درباره هر چیزی که مربوط به جمهوری اسلامی ایران و تهدید تهران میشه نتانیاهو و رئیس جمهور منتخب ایالات متحده دونالد ترامپ دقیقا مانند هم فکر میکنن هم درباره تهدیدات و هم درباره خطرهای دیگری که از سوی جمهوری اسلامی و نیروهای نیابتیش متوجه منطقه هست